بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المیامین المکرمین و لعن علی اعدائهم و مخالفیهم اجمعین. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان و بینندگان عزیز، کسانی که در مسیر پاکیزه خاندان عصمت و طهارت با اعتقاد به یکتایی پروردگار و رسالت خاتم انبیا و با توجه به سفارشات و وصایا و توصیه های حضرات معصومین راه پاکیزه خوبان رو پیشه کردند و به دنبال رفتار پاکیزه، خصال پسندیده، اخلاق نیکو و صفات برجسته قانون علم و کمال و اخلاق خاندان عصمت و طهارت هستند، زینت اهل بیت علیهم السلام هستند و به دیگرانی که در صفات رذیله حیوانی، صفات زشت ناپسند بیگانگان از خاندان عصمت و طهارت سیر می کنند جدا هستند. خوشا به حال مؤمنین و متقینی که سر سفره اهل بیت هستند، اونی که مجلس می گیره، اونی که توی مجالس اهل بیت ذکر فضل اهل بیت علیهم السلام رو می کنه، طبیعتاً پاکیزه، مؤمن، متقی، دور از صفات زشت انسان‌های بیبندوبار، حتی که بیباکی که بدون توجه به ویژگی‌های انسان‌های خوبی که همیشه با عقل روشن به دنبال وحی، به دنبال خاندان عصمت و طهارت هستند، مثل اونا نیستن. اینا پاکیزگانن، ناخوبانن، مشابه حال اینهایی که و ایامهای پاکیزه محرم و سفر و ایامی که منسوب به اهل بیت در مجالس اونها سخن از فضل و برتری محمد و آل محمد علیهم السلام دارن، این اخلاق پاکیزه ولایی اونها رو میگیرن که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، فعلکم الخیر، عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، شأنکم الحق و صدق و رف و قولکم حکم و حق. اون ذکر الخیر، وقتی میگه الخیر با الف و لام، همه خوبیای عالم رو در زیارت جامعه برای حضرات معصومین بیان می‌فرماید. ان ذکر الخیر قلتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. لذا باید دنبال کسانی رفت که اینا پاکیزگانن، خوبانن، نامتلبس به اخلاق خداگونن. کجا بریم ما؟ سفره کی رو بنشینیم سرش که
غذاهای ناپاک داره، شراب سرش گذاشتن، قمار سرش گذاشتن، سر این سفره از غذاهای تند و تلخ و زننده ایست که انسان مؤمن سر این سفره نمی نشینه. سر سفره پاکیزهی که علوم پاکیزه خاندان عصمت و طهارت، غذای پاکه، از هر چیزی نمی خوره. یکی از ویژگی های انسان های بد که ما عرض کردیم در اینجا همین مسئله حقد و کینه ایست که انسان های فرومایه دارند در برابر این که باید گذشت کنن، گذشت نمی کنن. همیشه به صد در صدد انتقام. اما امام معصوم علیه السلام آمده خدمتش میگه آقا کسی پدر منو کشته و من میخوام انتقام بگیرم از اون. حضرت فرمود او به تو حق داده داره یا نداره؟ او آری حق داره. او چه حقی داره؟ او به من تعلیم علم داده. حضرت فوری آیه شریفه رو تلاوت فرمودن که من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگه کسی به شما علم یاد داد، کمال یاد داد، پدرت رو هم کشته، اما گویا همه خلق رو زنده کرده با علمش. به این جهت تو حق نداری انتقام بگیری، باید رو ببخشی. امام معصوم سلام الله علیه حجت خداست، درس عفو و گذشت و بخشش رو برای کسی که حق قصاص داره اینجوری برمیگرد و او رو هدایت میکنه. قرآن با این که فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، اگه کسی از شما رو کش، ولو اینکه با کشتن مرتکب گناه بزرگ شده، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جنبه عقابش فردای قیامت جهنمه، عذاب الهیه. اما از جهت اینکه اینجا فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در مقام قصاص خدا این حق رو بهش داده که الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا، یه زنی زنی رو کشت، همون زن رو قصاص میکنن. بنده ای کشت، همون بنده رو به جاش قصاص میکنن. انسان آزاده ای رو کشت، مردی رو کشت، از او قصاص میکنن. اما اگر کسی بخشید اینجا، قرآن فرمان فمن عفیه له من اخیه شی، اگه کسی اینجا عفو رو پیشه کرد، اتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان، اومد بخشید، ادای به احسان کرد، قصاص نکرد، ذالکه تخفیف من ربکم و رحمت، این امر رحمتیست که از خدا گرفت، عفو است. اما اگر نه، این کارو نکرد، آخر قایم و مال ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، صاحبان عقل، اگر شما در اینجا به جای قصاص گذشت بکنید، در واقع حیات دیگه ای بخشیده اید به کسی که باید مورد قصاص قرار بگیره. عفو از ویژه انسان‌های مؤمن پرهیزگار خوبه، دنبال اونها باشیم. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، ما در کتاب آسمانی چنین نوشتیم که ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، کسی گوش کسی رو کنده، اگر در مقام قصاص باشه باید قصاص همون یه گوش بشه یا یه چشم بشه، یا جان کسی رو گرفت قصاص به جان بشود. همینجور قرآن می فرماید. خلاصه
ائمه معصومین ما سلام الله علیهم اجمعین درس گذشت و عفو به انسان آموختن که مؤمن بیا گذشت کن. در یه فرمایشی امام رضا علیه السلام می‌فرماید یه نفر آمد گفت من فلان نفر انصاری رو کشتم. در زمان خلیفه دوم بود. گفتن خیلی خوب. فلانی رو کشته، بگیرینش بیارید. آوردنش و دستور داد که برید او رو بکشید. آوردن او رو قرار دادن در یه جایگاهی با دو ضربت شمشیر به او زدن. پنداشتن که او مرده. او رو آوردن روی ضربش جوری بود که او رو نکشته بود. آوردن منزل، رمقی داشت، معالجه کرد، خوب شد. بعد از چند ماهی خوب شد. بعد از گذشت چند ماه این پدر این فردی که پسرش رو کشته بودن اومد پیش دومی گفت فلانی ما قصاص کردیم اما فلانی نمرد، دوباره میخوایم قصاص کنیم. حکم کرد دومی به این که برید بگیرید دوباره بیارید قصاصش کنید. برای مرد مرحله دوم، این مردی که باید مورد قصاص قرار میگرفت پناه به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام برد. آقا دوباره میخوان قصاص کنن. حضرت فرستاد دنبال دومی. این چه حکمیه تو که کردی؟ یه بار قصاص میکنن، دوبار که کسی رو قصاص نمیکنن. برای بار دوم حضرت فرمود فقال للاب الم تقتله مرتن، به پدر این فرزندی که فرزندشو کشته بودن گفت تو مگر قصاص نکردی؟ گفت چرا؟ گفت یک بار قصاص میکنن نه دوبار. اینجا بود که حضرت فرمودن دیگه از خون فرزندت اینجا باید صفح و گذشت کنی. قصاص یک باره و نوشت به این که چنین کاری رو دیگه انجام نده. خلاصه اینجا دومی فهمید عجب حکم به خطایی کرده. دستشو به آسمان بالا آورد گفت الحمدلله انتم اهل بیت رحمه یا ابل حسن، خدا رو شکر شما خاندان رحمت هستیم. و بعد برگشت گفتش که لولا علی لهلک عمر. از این گفتار رو بیش از 70 بار دومی برای امیر مؤمنان فرموده بود. اینه که جایگاه عفو گذشت در مرتبه عالی است. عفو از انسان خطاکار یکی از مطالب مهمه ایست که در دین اسلام خیلی سفارش شده. ما بیان گذشت داشته باشیم، بیاییم از این خطاهایی که تو اجتماع میبینیم چشممون رو ببندیم، اغماز کنیم. وای که در این زمان وانفسای آخر زمان عوض این که ما بیایم گذشت کنیم بدیهای دیگران رو، آقا چه دزدی هایی. طرف تا میخوره زمین عوض این که زیر بغلش رو بگیرن بلندش بکنن با لگد به سرش میکوبن، اموالش رو میدزدن. وای به این که دیگه وای سلمان داره میشه گفت به سلمان کنار خیابون میره متجاوز بر موارد فراوان او رو مورد اذیت قرار بدن، مالشو بدزدن، گوشیشو بگیرن، کیفشو بدزدن، هلش بدن تو جمعیت تا یه جوری ازش غارت کنن. اینا صفات زشت انسانهای فرومایه است. انسان پرهیزگار، انسانی که سر سفره اهل بیت عصمت و طهارت نشسته که اهل این کارا نیست. یاد یه روایت زیبایی افتادم که امام صادق علیه السلام به اسحاق لیثی می فرماید
عرض بکنه آقا چه بسیار کسانی که جزو دوستان شما هستن اما دوستن، ادعای دوستی شما رو میکنن اما شرب خمر میکنن، ادعای مودت و محبت شما رو دارند اما فحاشن، ظالمن، شتامن، نمامن، غیابن، خیلی غیبت و یا سوء زن میبرن، گناه زیاد مرتکب میشن. اما از اون وقت کسانی هستن که ادعای دوستی شما رو نمی کنن، چنانچه امروزه میگن آی فلان کشور فلان اینها نزدیکترن نسبت به ما مسلمان ها به اخلاق اسلامی. بله دشمن شما هستن اما اونها شرب خمر نمی کنن، ربا نمی خورن، دزدی نمی کنن، شراب نمی خورن، قتل ندارن، بیبندوبار نیستن، متجاوز به حقوق دیگران نیستن. آقای چطور میشه اینا ادعای دوستی شما رو میکنن، اونا ادعای دشمنی شما رو میکنن، اونا نزدیکترن به صفات شما، اونا دورترن. حضرت فرمودن اسحاق میخوای بدونی بنشین تا برات بگم. حضرت فرمودن خیلی زیباست این روایت و باید این رو با تمام وجود انسان این رو بیابد. عمود خدای عزوجل اونگاه که خواست خلق رو بیافرینه با یه قبضه از طرف یمین عرشش برداشت، از صفه و چکیده اون خوبان و انبیا و صلحا و اینها رو آفرین، با دست چپ که مراد از قدرت خداست قبضه ای برداشت از اون خمیره، از صفه او چکیده و خلاصه او ارواح و نفوس پلیدان اشرار و تواقیت و ظلمه رو آفرید، از زیادی اون دنبال روها و تابعین اونها رو آفرید. خب موقع یه دست بعد خدای عزوجل این دو رو به هم آمیخت. بعد از آمیختگی و لخ شدن این تینت با اون تونت و ممزود شدن این دو، مخلوق رو آفرید، آدم رو آفرید، سایر مخلوقات رو از طینت زمین آفرید. حضرت فرمود این لطخ و مزی که این دو از هم گرفتن، بدان صفات خوبان رو گرفتند و خوبانی که اونجا طینتشون خوب بود صفات بدان رو گرفتند، ممزوج شده بود جدا شد، حالا اینجا اینا با هم مخلوط شدند. حضرت به این آیه اشاره میکنه، یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی، مؤمن از کافر، کافر از مؤمن به دنیا میاد. خاطر همین اختلاط، اگه یکی خوشگله یکی زشته، خوشگله کافره زشته مؤمنه، به خاطر اون لطخه. اگر این صفات خوبان رو کسب کرده، اینایی که خوب بودن صفات بدان رو کسب کردن، به خاطر این لطخ و مزجه اختلاطی است که بین اینها شده. قیامت هر چیزی به اصل خود برمیگرده، خوبان نزد خوبان و بدان به بدان برمیگردند. اما در این میان صفات خوبانی که از بدان ظاهر شده، خدای عزوجل اجر و پاداش آنها رو هم در دنیا، در برزخ و تا قیامت خواهد داد، چنانچه خوبانی که صفات زشت سیرتان رو گرفتن باید با جدا شدن و ابتلا و گرفتاری و مصیبت در دنیا و حین موت و برزخ و قیامت پاکیزه بشن تا برگردن به همون صفات ویژه خوبانی که عطینت خوبان ظاهر شد و ظاهر خواهد شد. و هر چیز به اصل خود برگشتن یکی از قواعد کلیه صاحبان عقل پاکیزه است. بنابراین با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم معلوم میشه صفح گذشت، نادیده گرفتن صفات بدان از ویژگی‌های انسان‌های پاکیزه، رسال پسندیده، مؤمن، متقی است.
همون جور کسانی که صفات زشت اخلاقی دارن و با دشنام و بغضاء و کینه و حقد در برابر کسانی که با اونها یک کلمه میگن این گونه برخورد میکنن، اینها در صفات بدان قرار داره و اینها انسانهای فرومایه هستند. جالب توجه است که این کسانی که از شیعیانی که این صفات رو ظاهر نموده باشند و نتونستن استغفار کنن، عفو کنن، بخشش کنن، بمانه تا روز قیامت، به جایی میرسه که خدای عز و جل به واسطه شفاعتی که ذوات مقدسه میکنند همه مؤمنان پاکیزه رو میبخشه. در یه فرمایشی از امام رضا علیه السلام که پیغمبر خاتم فرمودن اذا کان یوم القیام ولینا حساب شیعتنا، حساب شیعیان ما رو به ما وا میگذارن. قرآن هم میفرماید ان الینا یابهم ثم ان علینا حسابهم، در زیارت جامعه هست ان الینا یابکم ثم ان علینا حسابهم، حساب و کتاب شما، آمدن شما نزد ماست، امر شما به ما سپرده شده. فمن کانت مظلمته فی ما بینه و بین الله عز و جل، اگر کسی یه چیزی داره، مظلمه ای داره که بین او و بین خدا هست، حکم نافی، ما حکم میکنیم، خدا هم اجابت میکنن. فمن کانت مظلمته فی ما بینه و بین الناس، اگر کسی مظلمه بین خودش و مردم باشد، استوهبناها، ما میگیریم، ما از حق خودمون، ما یک نفس کشیدن امیرالمومنین جای پیغمبر ثوابش به اندازه عبادت ثقلین ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ما میگیریم و در برابر ثواب خودمون میبخشیم. و من کانت مظلمته فی ما بینه و بیننا کنا حق و من عفا و صفا، اگر یک کسی حقش بین ما و خودش از شیعیان و دوستان ما، اون گناه و خطا رو ما عفا و صفح، یعنی ما میگذریم. حالا این حقوق، حقوق مالی باشه، حقوق عبادتی باشه، خود حق باشه و سایر حقوقی که ائمه معصومین علیهم السلام به ما دادن، اموالو گرفته، خمس مصرف کرده، کنیز گرفته، حالا اومده خدمت امام جواب، آقا من این مقدار خمسشم بوده، چنین کردم، حضرت فرمود بخشیدم. بعد از این که رفت، حضرت فرمود حتی ما رو میگیرن، استفاده میکنن، خیال میکنن ما نمیبخشیم، ما بخشیدیم. خدای عزوجل انشاءالله به همه ما توفیق عنایت کنه که متخلق به اخلاق ائمه معصومین، متخلق با آداب اونها، متعدب با آداب اون ذوات مقدس باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.